مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات امرولا صالح معاون نخست ریاست جمهوری در کنفرانس جنوا روند رایدهی به نامزد وزیران را تعلیق کرد. اعضای مجلس همچنین با صدور اعلامیه ای از رئیس جمهور غنی خواستند که معاون نخستش را وادار و استعفا کند در غیر آن نمایندگان تطبیق ماده 69 قانون اساسی را برایشان محفوظ می دانند. آقای صالح در کنفرانس جنوا گفته اعضای مجلس نمایندگان به فساد گسترده دست دارند و مسئولیت قضایی ها سبب شده قرامت دست داشتن به فساد را نپردازند تقابل قوه مقننه در برابر اجرایه قصه از اینجا آغاز شد از سخنان آقای صالح در کنفرانس جنوا معاون اول رئیس جمهوری گفت اعضای شورای ملی بنا برداشتن مسئولیت قضایی هزینه دست داشتن به فساد را نپرداختند فساد در سطح کلانی کشور وجود دارد از شورای ملی تا دیگر بدنه حکومت خصوصا زمانی که بحث بودجه ملی مطرح است نمایندگان به دلیل مسئولیت قضایی هزینه دست داشتن به فساد را نپرداختند باید مسئولیت قضایی نمایندگان از آنان گرفته شود مجلس این اظهارات را توهین به نمایندگان ملت خواند شماره از نمایندگان هم گفتند این اظهارات برخواسته از عدم معلومات آقای صالح است در واکنش به این اظهارات مجلس روند رایدهی به نامزد وزرا را نیز تعلیق کرد اظهارات مانس به اول ریاست جمهوری علیه یک نهاد قانونی و مردمی ما فکر می کنم نشان دهنده از است که اینا زعیم ملی نیستند اینا بسیار کوچک فکر می کنند تو بستن با آدرس یک نهاد مشروع بیانگر از است که اینا خودشان از قانون آگاهی ندارند ولسی جرگه به دلیل اتهام بستن معاون اول و منظور حفظ عیشت جرگا به مراجع عدلی و قضایی رسما بر علیه معاون اول شکایت درج می نماید اعضای مجلس هرچند دست داشتن نمایندگان به فساد را رد نمیکنند، اما خواهان وضاحت شدند جناب صالح صاحب این موضوع این موضوع که کردن یا اظهار نظری که در مورد پارلمان افغانستان کردن این را واضح بسازه کیا هستند که در فساد دخیل هستند کیا هستند که دستشان به خون و به غصب ملت افغانستان و به مردم افغانستان دخیل است با این حال نمایندگان با صدور اعلامیه اظهارات معاون اول را مخالف با قانون اساسی و سبب اختلاف میان قوای سگو خوانده و از رئیس جمهور خواستند که آقای ساله را مجبور به استعفا کند وگرنه ماده 69 قانون اساسی برایشان محفوظ خواهد بود ما از آی جرگه از مقام محترم جمهوری افغانستان مصرانه می که جهت ترتیب اثر دادن به موارد یاد شده و تحکیم استقام و انسجام نظام جمهوری افغانستان جناب امرو صالح معاون نخست وزیر خود را وادار به استفا کند و این حال امرالله صالح در صفحه فیسبوکش بر اصحالاتش با فشاری کرده و گفته نمایندگان از چی چیزی حراس دارند. شماره از حقوق دانان میگویند مجلس صلاحیت برکناری معاون اول رئیس جمهوری را ندارد معاونین ریاست جمهوری صلاحیت و حق استعفا دادن را دارند اما هیچ نهاد دیگه به شمول رئیس جمهور و نمایندگان مجلس صلاحیت این ندارند که معاونیت ریاست جمهوری را مجبور و مکلف به دادن استعفا بکنند مجلس در حال روند رایدهی را به نامزد وزرا را به تعلیق در که قرار بود نامزد وزرای وزارت امور زنان، وزارت فواید آمه، وزارت ترانسپورت و وزارت امور مهاجرین برنامه های کاری خود را به نمایندگان ارائه کنند. برای بحث بیشتر در این مورد همکنون دکتر قاسم علی صداقت آگاه مسائل حقوقی در استودیو با ماست. ارزه سلام و خوش آمدید دارم حضور شما. آقای صداقت معاون اول ریاست جمهوری گفته که شماری از نمایندگان مجلس در فساد اداری دست دارند و از مسئولیت قضاییشان سوء استفاده می کنند. نظر شما چی هست؟ آیا از لحاظ قانونی این مسئولیت محدودیت هایی داره یا خیر؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. طبعا مسئولیت نمایندگان پارلمان با محدودیت های مواجه است این گونه نیست که مسئولیت نمایندگان پارلمان مطلق باشد بله. چون ما دو بحث داریم یکی عدم مسئولیت است یکی بحث عدم تعرض هست طبعا اگر نمایندگان مجلس در پارلمان گفتاری داشته باشد و مطالبی رو بیان کنه بابت از اینا نمی شود اونا را مسئول قلمداد کرد اما در بحث احیانا اگر جرایمی مرتکب شود در فرض که جرم مشهود باشه اساسا نیاز به تایید پارلمان و اجازه پارلمان نیست و پلیس می تواند سرانوال می تواند نار مورد تعقیب جزایی قرار بدهد اما اگر جرم غیر مشهود باشد طبعا نیازمند توقیف و دستگیری نباشد در این فرض نیاز به تایید پارلمان نیست صرفا طبق ماده 101 قانون اساسی و صد دوی قانون اساسی پلیس و می میتونه اطلاع بدهد با, با پارلمان اما اگر تعقیب جرمی نمایندگان پارلمان نیازمند توقیف و دستگیری باشد طبعا در این فرض توقیف و دستگیری نمایندگان پارلمان نیاز به تأیید خود مجلس دارد و در صورتی که مجلس در هنگام تعطیلی باشد بدهیست که هیئت اداری باید چنین اجازه ای را بدهد در غیر از او صورت به هیچ نون پلیس یا سازمان نمیتواند نمایندگان مجلس را توقیف یا دستگیر نماید و با توجه به این نکته طبعا مسئولیت اونها مطلق نیست و می شود تحت شرایط اونها را مورد تعقیب کیفری و جزایی قرار داد بله آقای صداقت حالا مجلس در به این اظهارات خواهان استفای آقای صالح شده و گفته که در غیران صورت از ماده 69 قانون اساسی استفاده میکنه قانون در اینجا چی میگه و این مورد مطابق با ماده 69 محسوب میشه؟ معاونان رئیس جمهور طبعا پاسخگو در برابر پارلمان نیست و مکلف به پاسخگویی نیست و یک مقام غیر مسئول هستند در برابر نمایندگان پارلمان چون اساسا اینها تایید این مقام و خود را از پارلمان نگرفتند و طبعا در این صورت مقام پاسخگو در برابر پارلمان نخواهد بود اما راجع به ماده قانون اساسی که یاد فرمودید راجع به اون ماده طبعا در صورت رئیس جمهور قابل محاکمه است و میتواند پارلمان او مورد محاکمه سیاسی و قضاوت سیاسی قرار بدهد در فرضی که جنایت مرتکب شود یا مثلا جنایت علیه بشریت مرتکب شود یا جرم خاصی را مرتکب شود در غیر از صورت ما اینها نمیتوانند توانند جمهور را و مورد محاکمه قرار دهد بر اساس ماده مد نظر پس بنابراین در فرض رئیس جمهور قابل قضاوت سیاسی است از سوی پارلمان و محاکمه سیاسی است که حتما باید خیانت ملی رو مرتکب شود دلی. یا احیانا جنایت علیه بشریت مرتکب شود یا جنایت به مفهوم مطلق رو مرتکب شود در غیر از این صورت طبعا رئیس جمهور قابل عزل یا قبول محاکمه از سوی پارلمان نخواهد بود طبعا در این مورد به نظر نمیرسد که رئیس جمهور مرتکب هر یک از او انامینی که گفتیم شده باشد یا جنایت علیه بشریت یا خیانت ملی یا جنایت به مفهوم مطلق به عنوان سال آخر بفرمایید که آیا برخورد مشخصی با کسانی که عضویت مجلس را داشته باشند و در فساد اداری دست دارند در قانون اساسی مشخص شده یا خیر؟ قطعا طبق ماده 101 و 102 قانون اساسی که ما قبلا از آن یادآوری کردیم هر گونه فساد اداری را مرتکب شود طبعا نمایندگان مجلس تحت شرایط خاص قابل تعقیب و قابل محاکمه هست منتا فرایند محاکمه نمایندگان مجلس با توده مردم فرق دارد به دلیل موقعیت و مقام کنها دارد به خاطر اینکه موقعیت و مقام اونها در, در معرض خطر قرار نگیرد و اونا بتوانند وظایف نمایندگی خود را به نحو احسن انجام بدهد به خاطر مقام و موقعیت و انجام وظایف به نحو احسن یک سلسله شرایط برای محاکمه اونها در نظر گرفته شده است اما این به این معنا نیست که اونها مسئولیت مطلق داشته باشند و بتوانند مرتکب جرم شوند ولی پیامدهای او را قبول نکنند و مسئولیت کیفری نداشته باشند تیم طبق ماده 101 و 102 قانون اساسی هرگاه اونها جرم مشهود را مرتکب شود قطعا با آسانی قابل محاکمه هستند اما اگر جرم غیر مشهود را مرتکب شوند طبعا نیاز به اعلام به پارلمان هست و میتونه پلیس اونا را مورد تعقیب کیفری قرار بدهد و اگر نیاز به توقیف و نیاز به دستگیری اونها باشد و گرفتاری اونها باشد در این فرض طبعا نیاز به تایید پارلمان هست و اگر پارلمان در زمان تعطیلی باشد طبعا در اون فرض طبق ماده 102 قانون اساسی هیئت اداری باید چنین مجوز را بدهد و طبعا اونها هر گونه جرمی را مرتکب شود به این معنا نیست که مسئولیت مطلق داشته باشند و طبعا قابل تعقیب کیفری و جنایی خواهند بود تشکر ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در استودیوی خبر آقای دکتر قاسم علی صداقت آگاه مسائل حقوقی تشکر